سلام دوستای نازنین، امیدوار هستم که خوب و جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. کسایی که تازه به کانال ما اومده خیلی خیلی خوش اومدین. دوستای عزیز، امو روزی که من شله زرد پخته کردم، یعنی دو روز پیش، از امو روز تا اینا میاله را تا امروز صبح دندان درد شدید گرفت مرا. دیگه دیروز میخواستم دکتر برم، دکتر زنگ زدم گفت که تایم بیکار نداریم، تایم خالی نداریم، فردا داریم که امروز باشه. گفتم ما که همون تایم فردا رو بده، باز تایم فردا رو که امروز باشه برام داد. ساعت 10:40 دقیقه تایم دکتر داشتم، رفته بودم دکتر دندان. دندان مسح کرد، گفت که ریشش مشکلی نداره، ریشش سالم است، هنوز عفونت نکرده. گفت اما تمام دندانات، اکثریت دندانات خراب شده، اونا رو باید به اسرع وقت پر کنی، تداوی کنی تا که دندانای خود از دست نتی. شما میفهمین که دندان خیلی مهم است، اما یک گپ بسیار بد که در اروپا ای است که دندان پر کردن یا جور کردن اینجا خیلی قیمت است، از زور کسی نمیکشه. من امروز تنها دندان خود عادی پر کردم، نه عصب کشی کرد، نه دیگه کرد، نه ای که عصبایش بیرون کشید برام، ای چیز نکرد. به میقای گپ 1600 کرون مرا گرفت. دیگه از او خاطر خیلی قیمت است اینجا دندان جور کنی. بازم دکتر مرا گفت که بهتر است که اتو نکنی، که سر به خود دندان خود جور کنی. بهتری است که اول یک تایم معاینه بکنی به خود تایم، که ما دندانای تو رو معاینه کنیم که کدام دندان تو خراب است، کدامش نیست و چی تداوی رو لازم داره. بعد از او طبق از او معاینه باز پیش برو. باز گفتم صحیح است، آخر از این ما برام یک تایم بکه کو که ما بیایم دندانای خود معاینه کنم. دیگه هیچی. دیگه امروز از دکترم که آمدیم، دست یاسمین جان دروازه موتر گرفت کرشام، دست از او درد کرد. دیگه البته گنگ شد، چطور شد سرش. دیگه باز امروز خواب کرد، یک دو ساعت خواب کرد، عصر هم خواب کرد، یا یکی صبح وقت یار بیدار کرده بودم امروز از خاطر یارم کرد. خود دکتر برده بودم دیگه، اینجا به کسی است، کس نیست که اولادای ما مش کنه. یارم کرد خود برده بودم، یارم اذیت شد، ما هم اذیت شدم. دیگه از خاطر من کلم گنگس بود، متوجه نشدم. دروازه رو سر دست دختر بسته کردم، خیلی جگرخونم شدم. خدا را شکر که دستش کدام مشکل جدی ندید، آل خوب است، فقط یک ذره پوست دستش کنده شده و کبود شده. دیگه از اونجا آمدیم خانه و دیگه خیلی خسته بودیم. یک بوتل ملک، یک بوتل شیر یاسمین دادم، او هم خواب کرد. اسرارم جیجی دادم، او هم خواب کرد. دیگه خودم هم دپالی از یا خواب کردم. یک دو ساعت بیدار شدم که ساعت 3 بعد از ظهر شده. دیگه خستیم، اولادا رو نان دادم، خودم نان خوردم. جای شما خالی دوستای عزیز، دیگه تا وقت به حسیش رفته بود از دانم، حالا یک ذره بهتر هستم. امروز نتونستم که آشپزی کنم یا کدام کار دیگه کنم. اینا رو مرام زنگ میزنم که از بیرون غذا بیارم امشب بخوریم، که اصلا حوصله غذا پخته کردن امروز نداشتم، دیگه مریض بودم. دیگه دوستای گل، مادر بودن سخت است، دیگه مادر بودن آسان نیست، دندانه آدم خراب میشه به خاطر از اینکه حاملگی تاثیر مستقیم روی دندانه مادر داره، شیردهی تاثیر مستقیم روی دندانه مادر داره. ما که تایم حاملگی هم نزدیک به یک دیگه بود، از اون خاطر دندانکای ما اون خراب شده. به خاطر از اینکه وقتی که مادر در ماهای هفتم یا ششم بارداری میرسه، بدن طفل به کلسیم بیشتر نیاز داره، و اگر کلسیم بدن کافی نباشه، او را از بدن مادر، از کلسیم بدن خود مادر دریافت میکنه، و از همین خاطر تاثیر مستقیمش روی بدن مادر است. و همچنین شیردهی هم خیلی فشار میاره سر بدن مادر، از او خاطر همین باعث میشه که دندان خراب شه. یک علت جی است. علت دومش هم است، در دوران حاملگی آدم غذا زیاد میخوره چون گشنه میشه، در دوران شیردهی هم همونطور آدم غذا مجبور میشه که زیاد بخوره چون واقعا گشنه میشه دیگه، آدم شیر بده دیگه. من که اینم تو یک دو ساعت دیرتر غذا بخورم، دیگه کل جانم تو میلرزه از گشنگی، مجبور میشه که آدم بخوره. زیاد دوستا دم کامنت نمیشه کرده بود که تو چاق شدی و چاق هستی. بله دوستای عزیز، من خودم خبر دارم، خود در آینه میبینم که چاق شدم. من 30 کیلو اضافه وزن دارم. تا زمانی که اسرارم حامله بودم به دنیا آوردم میشه چاق نشدم، فقط چند کیلو رفته بودم بالا از وزن اصلی خود. دیگه بعد از اینکه من بچه رو به دنیا آوردم، دیگه من کرونا گرفت. برای شما گفتم کرونا گرفت، 2-3 ماه من فقط خوردم و خواب کردم، دیگه هیچ تحرک انجام ندادم و یکی شیرم میدادم در پالیش، خیلی گشنه میشدم، دوباره هی خورده رفتم چاق شدم دیگه. حالی که تقریبا 30 کیلو اضافه وزن دارم،
دیگه این 3 کیلو رو حالی کارش نمیشه کرد دیگه، فقط به خاطر از اینکه حال فعلا من شیر میتم دختره. حال 9 ماه شده، ماه بعدی 10 ماه میشه بخیر. کوشش میکنم که دیگه شیر سرش قطع کنم از طرف روز، تنها در وقت شب که خواب میکنه از طرف شب شیر بتومشه که بخیر کم کم از شیر بکشمش. یک دفعه خونه میشه این طریقه خیلی اشتباهه که بعض مادرها مستقیما از شیر جدا میکنه بچه رو، بچه وحشت میکنه که تاثیر خیلی بد روی روان اعصابش داره. ایتو نمیکنم، کوشش میکنم آیستا آیستا شیر سرش بند کنم و خودم آیستا آیستا رژیم شروع کنم. پلانای زیادی دارم بخیر که وزن خود پایین بیارم، رژیم پروتئینی بخیر در نظر دارم که بگیرم که بخیر لاغر کنم خدا و همچنین در پالیش سپورت کنم. در سر یاسمینم که من حامله شده بودم، خیلی وحشتناک شده بودم، خیلی کته شده بودم، زیاد چاق شده بودم. باز وقتی که بچه به دنیا آمد، خب از طریق سزارین به دنیا آمد، نتونستم که ورزش کنم، رژیمم گرفته نتونستم. تا 8 ماه که تیه شد از عملیاتم، به خاطر که ترسیدم که کوکایم واز نشه، شکمم کدام مشکلی برش پیش نشه، از او خاطر ترسیدم و 8 ماه که تیه شد مطمئن شدم که دیگه حال خوب شده، زخما بسته شده. دیگه باز شروع کردم در ورزش، 3 کیلو اضافه وزنی که داشتم او را کم کم در مدت 5 ماه یا 6 ماه کمش کردم و از بین بردم. دوباره وزن خود به مثل سابق رساندم که باز یک ماه دو ماه بعدش دوباره حامله شدم و ما به ما باز دوباره وزن من بالا رفت و پس رسیدم به 3 کیلو. حال دیگه کوشش میکنم که بخیر وزن خود کم کنم. اکثریت خانم در دوران بارداری ویار داره، ویارم به این معنی که بسیار اگه علاقه شدید به خوراکی می داشته باشی، من در سر اصلا خیلی علاقه شدید به خوردن شیرنیجات داشتم که هورمونای من کاملا خراب کرد. از همون خاطر در روی من خیلی بخار پیدا شده و بخار ویار هنوز گم نشده. هنوزم من علاقه به خوردن شیرینی دارم. از پیش اصلا من شیرینی دوست نداشتم که بخورم، اصلا حتی در چای خودم از طرف صبح بوره اضافه نمیکردم که بخورم، اما خیلی علاقه دارم. متاسفانه هنوز و ویار از پیش من از بین نرفته، هورمونایم هنوز گد و دست تنظیم نشده. نمیفهمم که راه حلش چیست، اگه کسی میفهمه در کامنت نوشته کنه. دیگه این بخارایی که در دوران بارداری برآمده در رویم هنوزم این هست و از بین نرفته. دیگه مجبور هستم یک دکتر خوب ببینم. حالیم که در کرونا تایم یا خوردیم اصلا دکتر کسی را ویزیت نمیکنه تا که یک گپ خیلی ضروری نداشته باشی نمیبینه شما را. دیگه از او خاطر دوستای عزیز، دیروز که بسیار دندانم درد میکرد ویدیو جور کرده نتونستم. امروزم که دکتر رفته بودم تا نصف روز دامون چه مصروف بودم، بعد از هم که آمدم یک دو ساعت خواب کردم دیگه حتی وقت باشبازی هم نماند. دیگه فردا بخیر که امروز جمعه است، فردا بخیر که شنبه باشه، عمر خانه است، اولادا رو گوش کنه که باز من یک فکر کنم، یگان ویدیو جور کنم در خدمت شما عزیزا قرار بدم، کانال خالی نمونه. من در قصه شما هستم همیشه، کوشش میکنم که اپدیت باشه چینلم، ویدیوها نوآوری کنم که شما دوستای عزیز از پیش من خوش باشین. من خواست پیش شما زیاد خوش هستم. تشکر که ویدیو رو لایک میکنین، شیر میکنین، تماشا میکنین. بر من یک دنیا ارزش داره هر کامنتی که بر من نوشته میکنین. تشکر خانه شما آباد. دیگه دوستای عزیز میخوایم که یک ویدیو جور کنم در مورد از این که چی ضررهایی داره زایمان سزارین و زایمان طبیعی، چون که من 2 بار اولاد به دنیا آوردم، یک بارش به سزارین بوده، یک بارش به طبیعی. اگر کسی علاقه داره، کسی که میخوای تازه مادر شود یا اولادی به راه داره، میخوای معلومات بیشتری داشته باشه، از تجربیات من استفاده کنه، میخوایم یک ویدیو جور کنم که بگویم که کدامش بهتر است، زیر همین ویدیو کامنت کنین که باز یک روز در این روزهای نزدیک بخیر بشینم تجربیات خود بر شما قصه کنم. شاید که بر بعضی کسا مفید باشه، از تجربیات من استفاده کرده برش مفید باشه، به خاطر از اینکه من وقتی که تنها آمدم در اروپا اینجا هیچ کسی نبود که من راهنمایی کنه که چطور خودم مواظبت کنم، چطور مثلا غذا بخورم، چطور از هر لحاظش کسی نبود من راهنمایی کنم. دیگه از مادر خود من خجالت میکشیدم، نمیتونستم که هر گپ ازش پرسان کنم. وقتی هم که مادر خانه زنگ میزدم و امرای مادر خود خصوصی صحبت کردن نمیتونستم، تلفن در موبایل خانه بود و کلگی صدای مرا میشنید. از او خاطر خیلی اشتباهاتی رو من انجام دادم در دوران بارداری خود که جبران ناپذیر است. دیگه او دوران بر نمیگرده که من او رو انجام بتم دوباره، که چه قسم خود من مراقبت کنم بعد از زایمان
چه قسم شیر بتوم، چه قسم خود مواظبت کنم، چه غذا بخورم مفید است، چه غذا نخورم، کلی از دیگه پاره میخوایم که حتما یک ویدیو جور کنم اگر شما علاقه من بودین که تجربیات خود هم با شما شریک کنم که راه درست که عالی که ما تجربه پیدا کردیم، راه درسته عالی پیدا کردیم که دیر است متاسفانه، اما شاید این راه درستی را که ما پیدا کردیم بگویم شاید یک کس دیگه را نجات بده و کمکش کنه که زودتر خوب شه، زودتر سرپای شه، مثلا بهتر خودش جمع کنه. دیگه اینجا خود ما جمعگر نداشیم، نه از طرف خانه مادر نه از طرف خانه شوهر، اینج دیگه هم تو سختی های زیادی را متحمل شدم. از خاطر دوستای عزیز دیگه گفتم که شما را اپدیت کنم دیگه، اگر علاقه مند از این ویدیو بودین حتما کامنت نوشته کنین دیگه. ما همین کامرا را دست خود گرفتیم، دستم شخ شد دیگه، حالا دا او خانه است تلویزیون سعی میکنن، من برم دامر زنگ بزنم که تا ناوقت نشه دیگه. تا فردا پس فردا یا ویدیو جدید باز همدیگر میبینیم. خداحافظ. لطفا کانال سابسکرایب کنین و دوستایتان معرفی کنین تا تعداد ما بالا بره. عزیزای دلم وقت خوش، روز خوش، هر جایی که هستین خوب و خوش و آرام باشین. بای بای.